دیگه نمیتونم، خیلی تحت فشار روحی روانی هستم از و بیاید. و دیگه من دیگه تماس میگیرم با ایادی استقبال. الو؟ بله. شما همون دشمن های نظام هستید؟ بله بگو. من میخواستم به شما ایادی استقبال بگم که شما دارید خیلی از ما سوء استفاده میکنید. ما الان خیلی تحت فشار روحی و روانی هستیم، من و خواهرم، با خاطر همین میخوایم بریم خودمون به بچه های وزارت اطلاعات لو بدیم. بعد دیگه هم تا شما از ما سوء استفاده میکنید، ما خیلی الان تحت فشار هستیم. این از اون ور تلفن میفهمی این حرف منو، ما خیلی الان تحت فشار هستم. هست آقا جان، اینا خوب هستن، سلام ما رو برسونید. عالیه. کی و کجا؟ در کار خیر، حاجت هیچ استخاره نیست. همین الان. الان؟ بله، همین الان هم باید شما بیاید و پولای حرومی که از طرف ایادی استکبار به من دادید و بگیرید. بعد هم دیگه قرقر تا روز قیامت و ما الان خیلی تحت فشار هستیم. اصل آجی حالتون رو گرفتیم؟ نه حالتون، من میرم جمهوری اسلامی. بله خودم رو لو میدم، خواهرم هم لو میدم، همه رو لو میدم. Yes, I heard. Why don't you take it? It's strange. It's impossible. الو خواهر بسیجی، من به یاوه‌گویان شرق و غرب گفتم میخوام خودم رو لو بدم، اونم تمام توتهاشون نقش براب شد، براشون زبونم در آوردم. آره حالا خیلی دارم میخواد بدونم آیا مقام عظما من را میبخشه؟ حتما. اینو منم خیلی دلم میخواد بدونم. اوه اوه اوه، خانم شرلوک هولمز، خانم شرلوک هولمز، شما چقدر کاراگاهی واقعا، چقدر کارگاهی بهتون میاد. فقط مواظب باشید این وقت غذاتون ته نگیره. خب شمارش مرکز شروع شد. 10 9 8. اوه اوه اوه، تو رو خدا با این رفتارتون فیلم انقدر هیجانی نکنید. اوه من قبلم ضعیفه. اوه کجا بود قلبم؟ اینجا اینجا. آه 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 الو آه. آقایون همونطور که مطلع هستید اون پسره و خواهرش خودشون رو به ما معرفی کردن و خودشون رو لو دادن. اونها میخواستن با ایجاد آلودگی هسته‌ای ما رو با آژانس هسته‌ای درگیر کنن. وای که چه خطر بزرگی نظام ما رو تهدید میکند. است هست است. اما تهدید بزرگتر هنوز سر جاشه. اگه ما نتونیم آلودگی رو پیدا بکنیم و از بین ببریم، بازرس‌های آژانس و شورای امنیت ممکنه تو یه مسیر قرار بگیرن. بابا سید تو هم که همش دلت یا سیر ترشی میزنه یا ترشی تره میزنه یا جزم کلم شور میزنه، من نمی‌دونم داستان دلت چیه. به قول آقای احمدی نژاد، ته این مسیر هر چقدر دلشون میخواد قطعنامه صادر کنه تا قطعنامه دونشون پاره بشه. است. از اون خانومه چه خبر؟ زنده است؟ حقیقت اینه که از موقعی که خودش رو لو داد به برادران وزارت اطلاعات، خودش و برادرش زنده شدن، وگرنه قبل از اون که یک مرده متحرک بیشتر نبودند. همین الان از پشت تلفن ازش بازجویی میکنم. الو سیمین خانم، سیمین خانم، اگر خیر و صلاح این دنیا و اون دنیاتون رو میخواید بهتر همه چیز رو برای ما توضیح بدید. خب من چی رو باید توضیح بدم؟ اول به من بگید اون خانم بسیجی شرلوک هولمز اونجا؟ بله. اگه هست گوشی رو بدید دستشون. گوشی؟ بله. اوه ببین همشیره شرلوک هولمز، اگه کسی اونجا آستین کوتاه پوشیده یا بد حجابی اونجا هست از اتاق بیرونشون کنید، وگرنه زنگ میزنم 113 بساطتون رو جمع کنم. چشم، همین الان. چشم.
ما آماده ایم. خیلی متشکرم. سیمی آیون، بازجویی رو شروع میکنیم. خانم شما الان آیا دلتون برای نظام جمهوری اسلامی تنگ شده؟ بله. چقدر شده؟ یه چیزی شبیه یه سکه کوچیک. ها خیلی کمه، کمه، کم. بیشتر باید ندامت کنید، بیشتر انقدر باید ندامت کنید تا اندازه عدس بشه دلتون. شما توجه کنید، الو صدا میاد، انقدر باید ندامت کنید تا اندازه عدس بشه. بله. حالا شما یادتون هست دشمنای نظام بهتون درباره انرژی هستی جمهوری اسلامی چی گفتن؟ بله. حالا مثلا تو این قسمت از فیلم شما باید مثلا برید قاطی رویاهاتون بشین، میفهمین؟ همشیره قاطی رویاهاتون بشین، حرفای دشمنای نظام به یادتون بیارین. این گتیکر بیا. ما مطمئنیم که اینا دنبال ساخت سلاح اتمی هستن. اه آقا اینا کجا فهمیدن؟ چجوری فهمیدن؟ عجب داستانی ها. نه، آنها فقط دنبال راه انداختن جنگ روانی هستند، چون ما دنبال استفاده صلح‌آمیز هستیم. حتی موشک‌های قاره پیما هم که می‌سازیم برای اینه که کلاهک‌های صلح‌آمیزش رو به همه جای دنیا برسونیم. الو خانم شما ادامه بدید. همه ماجرا همین بود. من موقع نمی‌دونستم که یه سکه معمولی نیست. با اون لاماستم خر بزاد، عجب داستانی هستی شما. با اون یه خوره احساسات داشته باشه، طرف داره اومده تلفن خودشو تیکه پاره میکنه. یه کلام حرف بزن. ناصر بابا تو اون یه جمله که قرار بود تو سناریو بگو چی شد؟ بگو اینیم بابا. بر پدرشون لعنت خائنای بیشرف. بی تربیت. این همه وایساده که آخرش هم یه جمله رو بگی تو سناریو. واقعا که تو جوب مگه بزرگ شدی تو مگه آخه؟ اونم با این بازی فشله. اگه با حادثه انرژی اتمی تا حالا نفهمیده بودن که ما داریم سلاح هسته‌ای می‌سازیم، به خاطر همین بازی فشلت میفهمن که ما داریم سلاح هسته‌ای می‌سازیم. آخه کارگردانی کی برش تو جوب برش آوردی آخه؟ حالا خانم شما میدونی چه بدبخت جری مقام محمد مرا چه پیری از ایشون در آوردی؟ اصلا فضای ایشونو آلوده کردی شما. بهم نگفته بودن که یه ماده خطرناک آلوده کنند هست. من مجبور شدم. مجبورش کردم بنده خدا را. گوش ما را خیس کردن کامل. آقایون به نظر من این خانم کامل ندامت کرده. من خودم احساس دارم میکنم. به نظر من اینشون میتونه از امروز بیا تو مسجد محل ما شعله زرد بپزه. درسته؟ بله. بچه شما هم دارین خیلی دیگه بی احساس بازی میکنین. با طرف داره اون پشت کشته میشه. شما یه خورده گریه کنید دیگه. الو سیمین حالش خوب نیست. فکر میکنی لازم ادامه بدین؟ بله بله حتما باید ادامه بدیم، حتما، چون ایشون امنیت نظام ما رو گچی کردن. نظر شما چیه رئیس؟ نه فقط منتقلش کنین ایران. چشم. باید کمکش کنین. وای پسر، بذار رو استوب، بذار رو استوب، بذار نگه دار فیلمو، نگه دار. بابا تو دیگه کی هستی؟ من اصلا واقعا تو کف رعفت جمهوری اسلامی موندم تو این به خاطر یه جمله. من اصلا باورم نمیشه. ناصر با تو هم یه چیزی بگو، یه چیزی بگو. نظر راجع به این رعفت جمهوری اسلامی و مقام عظما چیه؟ چه جمله‌ای گفتی شما؟ ناصر بگو ببینم. بر پدرشون لعنت خائنای بی شرف. بابا تو که برای دشمنای نظام هم همینو میگی، برای مقام عظما هم همینو. آقا قطع کن، قطع کن. بیا بریم دنبال این یارو نادمه. بیا بریم جمع کن. چی کشک حرف میزنی تو؟ هم شیره اینو آقای جلیلی براتون فرستادن، چون ندامت کردین و به دامن جمهوری اسلامی برگشتین. همشیره
به سرزمین صلح هسته‌ای، عدالت بسته‌ای، مهرورزی دسته‌ای خوش آمدید. یعنی نظام جمهوری اسلامی. بفرمایید. آقا ما هم خودمون رو لو دادیم ها، یکی هم به ما گل بده. این پیکار ما چی شد؟ الو بچهای وزارت اطلاعات سلام سلام. من میخوام یه بار دیگه خودمون لو بدم. میشه؟ خیلی ممنون مرسی. بینندگان عزیز، شما هم دست از دادن اطلاعات هسته‌ای نظام جمهوری اسلامی بردارید و عوض اون خودتون رو لو بدید و فک و فامیلاتون رو، خلاصه داداش و آبجی و خاله و دایی و اینا که دیگه خورد. این گلا هم که همه آلوده بودن که. آقا باید یه سریال دیگه درست کنیم فکر کنم. گلا همه آلوده بودن است و می آید. آقا قد کن قد آلوده. اگه اهل غصه